یعنی من اینجوری نیست که من مثلا جلوی اون شخص شاید 10 بار گریه کردم، شاید مثلا کلی حرفای خیلی سنسیتیو تره مثلا خیلی بدترم زدم، ولی اون لحظه گفتم خیلی روز کاری سختی بود، یه شرایط مثلا احساساتی خیلی پیچیده، همه چی در هم تنیده بود و اون لحظه اینطوری بود که الان تنها چیزی که نمیخوام مثلا اینه که اینجا گریه کنم و اون مثلا چیز خودم بود، تصمیم خودت بود. آره. حالا من بگم، من گفتم که دوتا جنسیت وجود داره که تو گفتی اشتباه گفتی، من اینو بگم با تمام احترام به LGBTQ+، من اشتباه اینو گفتم، دوتا جنس وجود داره ولی جنسیت ها میتونه روی اسپکتروم مخالف یعنی متفاوت باشه. آره. من اینو گفتم که فقط حتی آخه جنس هم دیگه باینری نیستش، یعنی جنس هم میتونه ترکیبی در بیاد، ولی حالا مشکلی که وجود داره اینه که ما جنس رو نسبت میدیم به جنسیت، این غلطه. آره، ولی نسبت به دی ان ای الان اونم ترکیبی در میاد، یعنی که ما نسبت به دی ان ای نم انظر چی، ولی جنس کروموزوم آخر ما میایم میگیم که نه، من روی اندام جنسی دارم میگم. خب اندام آدمای متولد میشن که مثلا نصف نصف یه بخش از این، بس جنس هم یعنی چیز نیست دیگه، جنسی که میگن بر اساس اندام جنسی باینری میشه. ولی اونم باینری نیست. ولی حالا جدای از اون بحث جنسیت بیشتر، یعنی جندره تا سیکس. خیلی خوبه. ماه جون که الان توش هستی ماه پراید ویکه و همه مرتبط. منم رنگ اتاقم عوض کردم و گفتم اعلام کردم توی استریم که من به خاطر چیز رنگای رنگی کمانی دارم. خیلی هم میدونی که با این مارکتینگ مشکل دارن خود. آره خیلی بله. نشنیدم اصلا مارکتینگ رنگین کمون. آره حالا نه رنگین کمون، ولی مثلا این هفته مشخص، این ماه مشخص، خیلی با این مشکل، خیلی از خود حالا فعالان LGBTQ+ منظور به خاطر اینکه میگن که خیلی سکشوالایزش میکنه اون قضیه. مثلا این پرایدی که وجود داره و مثلا این رژه‌ای که میان میرن و مثلا تبلیغاتی که انجام میدن خیلی دیگه با واقعیت فرق داره. آره جنسیه دیگه مثلا. آره هم اون تمرکزش روی بعد جنسی قضیه است. آره تا خود آره هم اون هم این که به عنوان یه ماشین مارکتینگ ازش استفاده میکنن تازه تو این چند سال. اگه میخوای ساپورتت رو نشون بدی، مثلا الان هم بیشتر شرکت ها لوگوشون رو عوض کردن، لوگو عوض کردن کمک خاصی نمیکنه الان دیگه. شما اگه میخوای ساپورت کنی تیمای خب که استخدام میکنی، بهتره اینکلوسیو تر باشه، جامع تر باشه، آدم های مختلف تری توش باشن، دونیت بکنی به مرکزی که کمک میکنه به گروه های LGBTQ که آسیب دیده هستن. خیلی کارا میشه کرد که کمک بکنه تا اینکه لوگوتون رو رنگین کمانی بکنی. نه فکر میکنم که میخواین این هفته اصلا فقط همیه، چون احساس میکنم جای صحبت زیاد داره، نمیخوام کاتش کنم. نظرتون هست؟ چون مثلا 1.5 ساعت اپیزوده. نه 1 ساعت تقریبا. آره آره اون بخش خصوصی. نه یه رو بشنیست، یه رو بشنیست، یه رو بشنیست. من یه دیگه بگم، این حالا همین که میگی لوگو رو عوض میکنم، به نظرت خب مثلا تشویق نمیکنه کسایی که مثلا اگر که یه شخصی باشه که توی این گروه LGBTQ باشه مثلا بخواد بره توی اون شرکت کار بکنه؟ یعنی این که یه مایندست، یه ذهنیت مثلا مثبتی نسبت به این قضیه وجود داره که حاضر میشه لوگو که آیدنتیتی یه دونه در واقع شرکت رو عوض بکنن، هویت شرکت رو عوض بکنن، اونم به نظر من چیز بدی نیست. چیز دلگرمی باشه. یعنی من میگم که نزنیم. ولی فرست استپ خوبیه ولی میدونی ایمان، اگه این کار وقتی که قانونش جا نیفتاده بود خیلی به چشم میومد. یعنی شما داری یه تابو رو میشکنی، ولی چیزی که الان دیگه قانونش هست و شما اگه این کار، شما اگه ساپورت نکنی اون موقع اون کار غیر قانونیه.
آره ولی قانون با کالچر خیلی فرق داره، یعنی خیلی زیاد قانونش هست ولی فرهنگش هنوز جا نیفتاده. یعنی مثلا ما بیام توی فرهنگ خودمون مثال بزنیم، احتمالاً خیلی تازه داره جا میفته، دارن تو توییتر دمری صحبت میکنن و اینا. مثلا توی کشوری مثل کانادا که از انتا کالچر مختلف و از انتا فرهنگ مختلف و از عقبه مختلف آدما میان، شاید اونم بد نباشه. روجین رفت چجوری؟ ساکن من هم قد شد واقعا، من از اون نمیخوام پلکم نزد، یه لحظه نگران شدم. خب خیلی کارهای دیگه میتونن بکنن تا اینکه حالا چون دوتا لوگو عوض کنن و نمیدونم این کالاها تولید بشه. واقعا را گفتگو رو نبند، کارهای نمایشی بله کارو میکنه. ببین شما با اصلا به مدرک تحصیلی شما شک دارم. ما تا شیشم دبستان بیشتر درس نخوندی به نظر من، اصلا شایستگی زدن این حرفا رو نداری ایمان جان. چرا که شخصی نگیر بابا، مال مناظره مناظره که اومده شو اینو گفتن. بله امروز آره بایده دیست بازی بوده. وای من اینه نشیدم. وای آقای مهنزاده بکرم یه لحظه آخه کم منو تو یوتیوب دیست نمی کنم. گفتم اینم یکی کامنت گذاشته گفتم که کامنت سریع طرف رو بلاک کنی. رئیسی گفتش که آره گفتش که شما تا شیشم دبستان هم چقدر بیشتر درس نخوندی، لیاقت اداره کشور نداریشون. گفتن تهمت نزنید، من مدارکش از میگن که دکتر حقوق دارن. فقط میگم که راه گفتگو بسته نشه. آره بله خب ببخشید خیلی فکر کنم نه. آره ما خیلی باست استفاده کردیم. تو ادامه ایشون توضیح میده که دوباره به یه نکته دیگه اشاره میکنه که من خیلی باش دست و پنجه نرم کردم و میکنم، اینه که میگه یک گروه زیادی از مردا نمیتونن راحت با یه مرد دیگه حرف بزنن. حالا شاید شما بگی که نه ما مثلا خیلی راحت صحبت میکنیم، دوست میشیم، اصلا مشکل نداریم اینا، ولی وقتی که نگاه کنیم و فکر کنیم میانگین صحبتهایی که میکنیم یا در مورد کار یا در مورد ورزش یا در مورد سیاست یا در مورد خانوم هاست ما مردم، ولی وقتی در مورد مسائل در مورد ناامنیامون، مشکلات روانیمون یا ترس از شکست خوردن رو میخوایم صحبت کنیم کار خیلی سخت میشه. باز میگم این نمیخوام بگم همه مردان اینطوری هن، ولی من که لااقل اینطوری هم من تصدیقم از 100% همینجوری. آره حال... نه خب کسی هم ندارید که بیشتر باهاش در این مورد که مرد باشه صحبت بکنید، یعنی شاید توی مثلا گروه دوستی مثلا 5 نفره ما هر کدوم با یه نفر مثلا این رابطه رو داریم، با اینکه با همه خیلی مثلا خوبیم و آره میدونم چی میگی. من خودم میگم تو تجربه شخصیم اینطوریه که حالا اینو باز خواهرم یه بار چند وقت پیش که بحث دوستی و اینا بود کلن گفت، گفت مثلا تو بحث دوست صمیمی بود و اینا، من همیشه اذیتش میکنم میگم آدم باید یه دونه دوست صمیمی داشته باشه. بعد گفت که حالا مثلا تو که انقدر دوست میکنی، مثلا اگه تو شرایط سختی قبلا بودی، حالا رابطه‌ای بوده، تو خونه بوده، هرچی، دانشگاهی بوده اینا، رفتی با مثلا دوست صمیمیت خیلی بدون این که مثلا با حس آرامش و اینا اونا تعریف کنی. و من واقعا وقتی فکر کردم و اینا به گذشته فکر کردم و خب دوستای حالا صمیمی منم تو دوران مشخص بودن میدونم، نه مثلا من اگه برم به دوستم یا آقا من بین مثلا تو این بازه 1 سال 2 ساله تو اون تاریخ این اتفاقات تو زندگی می افتاد، با اینکه با طرف هر روزم صحبت می کردم و دوست صمیمی بوده، ولی بهش نگفته بودم و اون هم به من نگفته بود. یعنی این اینه که حالا نمیدونم جواب تو دادم. بذار این از روژین هم بپرسیم. آره روژین گوش نمی کرد بس میوتی. درست شد. نه گوش میکردم. این که آدم با دوستش خب بتونه راحت صحبت بکنه خب اول چیه خیلی مهمه، ولی حس چیز میاره، حس اعتماد خیلی میاره، چون که من خودم اولین فکری که به ذهنم میاد وقتی یکی حالا درد و دل میکنه با هم اینه که این آدم به من اعتماد داره. و خودم هم خیلی شده که حالا با دوستای پسرم وقتی
بعضی هاشون با هم بعضی وقتا به مشکل برمیخورن، میگن که خب برو بهش بگو این کارت من ناراحت کرد، یا از این کارت من عصبانی شدم. بعد میگه که تو نمیدونی اینطوری نیستش، اینطوری ما اینطوری نیستیم. و خب میدونی یه موضوعی که میشه با صحبت کردن این که این کارت من ناراحت کرد، بعدن این پترن رو من خیلی تو آدم ها دیدم، حالا پمه شاید نتونم باش همزاد پنداری کنم، ولی موضوع مثلا ناراحت شدن منه، ولی من میام یه طوری نشونش میدم که راجبه یه چیز دیگه است. مثلا اون روزم دیر کرد اونجا، همیشه هم این اخلاق فلان رو داره. خب میدونی اینا شاید باشه، ولی تو از یه موضوعی ناراحت شدی و نمیتونی بری بگی که این موضوع من ناراحت کرد، از به همه چی میخوای دست بزنی که توجه اون آدم رو جلب بکنی که این صحبت رو حالا یه طوری این احساسی که داری رو بروز بدی. ولی خب این که بری بگی که آقا این صحبت من ناراحت کرد، جا نیفتاده شاید اونقدر. برای دخترها چجوری؟ یعنی میخوام بگم مثلا تو توی دوستای دخترت هم کسایی هستن که اینطوری برخورد بکنن؟ حالا نه اینکه با خود طرف مشکل داشته باشی، مثلا خود نه همین مثالی که الان زدی مثلا میگی دوستای پسری داشتی که اینطوری برخورد میکردن، آیا دوستای دختری هم داشتی که اینطوری برخورد میکردن؟ راه گفتگو به نظر من باسته. نمیگم که با پرفکت و بدون ایراده، ولی بهتر راحت تره. این خیلی چیز جالبی بود گفتی ها. حالا این جزو میخوای بگی بایی تیچ وقت ما صحبت حتی ما چهار تا هیچ وقت من در ادامه حالا هم بگو تو رفتیم ما بعد ما اپیزود میخوایم روشونه های هم گریه کنیم. راجبه چی؟ من این بحثو که چرا مثلا یه مشکل احساسی و اینا هیچ وقت ما حرف نزدیم راجبش با هم، حتی من حالا با بکنم با شما ولی خب کس دیگه توی زندگی ولی من با دختر باهاش. خب هم آره. نه نه آیا کس پسر آخه چرا میخوای مجبورش کنی که پسر باشه؟ نه مجبورش نمیگم. ایمان عاشق انتخابه. نه اصلا نمیخوام. آخه من اینو نمیفهمم. آخه چرا ما باید من چرا باید مجبور باشم که مثلا یه سیبیل برام صحبت کنم؟ الان بهت میگم. آقا من دوست دارم برم بشینم با یه مثلا یه کسی که خیلی از من احساساتش لطیف تره. شما یکی از یکی زمختر. نه گوش بده. بذار من اینو بگم. فرهاد یادتون نره عزیزم. نه ببین داستان اینه، وقتی همه ما ها مثلا بخوایم درد و دل کنیم، یه مسئله احساسی رو مطرح کنیم، با یه خانوم صحبت میکنیم، این نشون میده که همه ما ها یه چیزی رو از طرف مقابلمون که خانوم بوده گرفتیم، که از هیچ پسری نگرفتیم. حرف اینه. و این که دلیلش چیه؟ بله اگه مشکل داری نداریم. آره دلیل چیه؟ یعنی اگه چون هم یه جوره دیگه بزرگ شده بودیم، آیا اون پسره نمیتونست اون ساپورت فراهم کنه؟ نه حالا مشکلش هم من میگم مثلا شخص من تو اون دوران دوست صمیمی و دوستای دور و برم پسر بودن دیگه. میدونی چی میگم؟ خب میدونم. نه ولی چرا مثلا از اینکه قضاوت بشی میترسی، از اینکه بگن بابا حالا این چیه که سرش حالا درد و دلداری میکنی ناراحت میشی، اون چیه که از جاستن جلبت نمیکنه؟ فرهاد بگه بعدم میگم. نه نمیذارم این سوالی که نه تو که چیز نگفتی. این سوالی که خواهرم با ما کرد فکر کنم با هم بودیم. نه آره آره شاید با هم. آره توی مثالی بود، بعد به من گفتش که آره مثلا این اتفاقا پیش میاد. حالا واضح‌تر بگم، مثلا یه اختلاف درون خانوادگی بود، داشتیم اونو بررسی میکردیم، بگو مگو بود اینا، و مثلا برگشت به ما گفتش که آیا مثلا شما این اتفاقا رو بعدا میرین واسه دوستاتون تعریف کنید، بگی آقا مثلا ما همچین داستانی بوده، مثلا اتفاقی بود، مثلا ما شاید یکی دو هفته درگیرش بودیم. و گفتم نه اصلا ما همچین چیزایی رو مطرح نمی کنیم، جایی نداره. که بعد شروع کرد هی منو هی ما رو به چالش میکشید، نه و چه فکر مسخره ای دارید، خب مثلا شما مگه رفیق نیستید؟ مگه صبح تشاتون رو با هم میشینید در میون نمیذارید اینا؟ بعد دوباره من روی این بودم که خب نه، ما فقط هم مثلا 5-6 تا آیتمی که فرزاد گفت و ما مطرح میکنیم، بقیه چیزا حالا اینی که میگم در ادامه این حرف میشه که من اینو خیلی شنیده بودم وقتی که بزرگ شدم تو ایران، که مرد آقایون میگفتن که
مسائل تو خونه رو که سر آره بیرون نباید ببری که مثلا در خانوادگی حلش کنی. بعدا آره تو اصلا فوتبال رو نمیگی. آره یا مثلا مسائل رابطه یا اینا رو که مرد دیگه که نباید بدونه مثلا مطرح نباید بشه. یه خیلی حالت قداست خاص و شاید بی جایی بوده و میگم حالا اون حرفی که خواهرم به ما زد خیلی برای من جالب بود و من نماره واقعا منم هم همیشه اینطوری بودم که نه شاید این یه موضع ضعف من بیام جلو رفیقام بگم آقا من با مام بابا مشکل داشتم، مام بابا با هم مشکل داشتن، الان مثلا شرایط خونه ما ولی خب حالا نمیدونم شما اون شرایط مشابه رو ازدواج کردید با همسرتون مطرح کردید قاعدتا، خواستم ببینم مثلا با چون اگه دوست صمیمی دختر داشتید با اونا مطرح میکردی اگه با دوست پسرت مطرح نکردی؟ نه این رو من در رابطش با یه توییت هم ریتویت کرده بودم، این که کلن حالا یه بحث دیگه پیش بیان قداست خانواده، این که ما کلن اینه که پدر مادر خیلی مثلا جایگاه خاصی دارن و اینا هیچ وقت مثلا نباید از بدی ها از دعوایی که اتفاق میفته حرف بزنیم به اشتراک بذاریم و اینا، که اون فکر کنم حالا یه بحث دیگه میشه. یعنی من حتی اگه دوست دخترم داشتم که یعنی داشتم دارم ولی هیچ وقت بازم نیومدم مشکلات خانوادگی رو باش در میون بذارم بگم آقا ما این نقصانه هست این پایین و بالایی هست. ولی من شده بود که مثلا همون جد... روشی میتونی میوت کنی چون احساس میکنم دوباره داره اون نویزه میاد. مرسی عزیزم. شاید مطرح کرده بودم با مثلا دوستای دخترم راحت تر دوست صمیمی پسرم. همین دیگه من همینجوری هم. آره. خیلی جالبه. این دلیلش زودتر مردن آقایانی نیستش امیریزم. حالا من باید اصلا مشکل ندارم. که چی؟ که چرا مثلا نمیرم با یه سیبیل صحبت کنم؟ نه این اصلا نمیگه که شما باید بری با پسر صحبت کنی. بسید که تو حالا کیس من و فرزاد حالا فرهاد اگه مشکلی بوده ما راحت با دوست دختر صمیمی میتونیم مطرح کنیم ولی با پسر نمیتونیم. بعدمون نمیاد که بتونیم یعنی بعد بشه نه خب میدونی این باید نیست که حتما با دختره جالبه دیگه یعنی اتفاقی یه فیدبکی از طرف مقابل دختر احتمالا میگیریم که از پسره نمیگیریم که با اون راحت تریم با اون یکی نیستیم اینه داستان. نه فکر کنم بیشتر از همون چیزا میاد دیگه فرهنگ ما تاکسیک مسکولینیتی هم میاد دیگه درونی که آقا به پسر نباید بگیم به رفیق پسرمون نگیم ما این کمبود رو داریم این نقصان ها هست. نمیدونم این حداقل تجربه منه حس منه. حالا روژین تو ترجیح چیه به دوست پسر بگی یا دختر؟ من کلن دوست دارم صحبت کنم آره هر کی اومد آره دوست دارم صحبت با رئیسم گریه میکنم راه گفتگو بازه آره راه گفتگو برای من بازه به خاطر اینکه من حالا واقعا هم خودم هم کلن دیدم خیلی اینکه بعضی وقتا به چیزای اشتباهی که خانواده هامون به ما یاد دادن یا خواسته یا ناخواسته بهشون اشاره میکنیم من خواستم به این اشاره کنم که واقعا پدر من خیلی از بچگی هم طوری بزرگ شدن که احساس توانایی و قدرتمندی میکردم نسبت به حالا اون پسر بچه هایی که همسن من بودن. خیلی مرز گذاشته نشده بود واسم از طریق male figure authority اون این چجوری بگم به فارسی یعنی اون نقشی که پدرت داشتن نقش برجسته مذکری که تو زندگیم بود این مرزها رو واسه من نذاشته بود. شاید دلیلش که الان اینطوری بتونم حالا راحت صحبت بکنم همین باشه. همون سنی که مثلا شاید پسر و بچه ها دوچرخه سواری میکردن تو کوچه منم همونطوری هیچ احساس میکردم که او حالا من مثلا باید برم با دختر بازی کنم. خیلی توی از بچگی هم میگم این احساس قدرتمندی که حالا من اگه کار رو دوست داشته باشم انجام بدم و میتونم انجام بدم بوده.
روژین اگر که نور داره اذیتت میکنه چرا پرده اتاق تو نمیکشی؟ احساس میکنم خیلی داری اذیت میشی. الان باز بهتر شد. قبلش من میخوام خب پرده رو بکش پایین. فکر نکنم اونقدر تغییرشون هم شد. از پدرشون هم دعوت میکنی. آره اسمشون خوبه. بکن اینجا زرزنگ. آره من حرفم زدم. خب بگو. حالا در مورد همین صحبت با بقیه مردو جاستن یه خاطره یو میگه. میگه من به خاطر ترس از قضاوت شدن و از دست دادن جایگاه خودش به عنوان یک رهبر یا یک مثلا تو اون گروهشون یه حالا چه میدونم رئیس گروه یا هرچی، این اون حس راحتی رو نداشته با دوستاش مسئله رو مطرح کنه اینا. ولی یه مسئله بوده که خودش تو ویدیو میگه که اینو فقط باید با دوستای پسرم مطرح میکردم. میگفت انقدر برا من سخت بود این کار که مجبور شدم رفیقامو هر تعدادی که بودن دعوت کنم به یه سفر 3 روزه بریم بیرون شهر بریم دور بشیم فلان، و تازه تا روز سومم اینو مطرح نکرده این مشکلی که واسه این سفر رو چیده، و شب روز سوم که بالاخره جروزش رو پیدا میکنه که با دوستا مطرح کنه میبینه که اوه چقدر مثلا راحت شد، چقدر وقتی خودش رفت به سمت این ترسه دیگه ترسه اصلا ناپدید شد و بقیه دوستام شروع کردن صحبت کردن از مشکلاتشون، گفتن مشکلات مشابهشون، و یعنی این مثالا از خودش گفت که انقدر براش سخت بوده این حرکت رو زد. خیلی جالب بفرم. شاید من از شما دارم دعوت میکنم هفته بعد یایید بریم صحبه. من شاید میخوام این سمیتو بگم شما این موسوس میکنید و اینا، این هم حرفیه اینه توجه نمی کنید. شاید آخر روز سوم من میخوام اسرار رو بگم. آره بعد این میگه حالا به توسط حالا شهرتی که داره و اسمی که در واقع درست کرده با خودش و حالا دیدگاه هایی که تازگی ها پیدا کرده این چند سال، داره استفاده میکنه از پلتفرم های سوشال میدیاش برای مثلا اطلاع رسانی در مورد مسائل فمینیست، می تو موومنت، پرنتینگ، تربیت کردن فرزندان و کلن مسائل خانوادگی و اینها. و یه اسکرینشات نشون میده از اون دموی آدمایی که فالوش میکنن رو اینستاگرام که نشون میده 89% خانوم ها هستن که دارن کانتنتشو میبینن و 11% آقایونن. برای ما برعکس، برای ما 89% سیبیل هم نه ما نمون خودتی هست 55 خوبی زیبا جایدن نه فکر کنم آقایون بیشتر شدن. من یوتیوب رو میدیدم آقایون فکر کنم 60-40 روشن گنگ خانوم ها رو بفرست 70-30 اینجا رو ایون اوت کن. خب بعد میگه که من خودم یه آزمایشی چیز کردم روی اینستاگرامم، یه آزمایشی طرح کردم و اینم اون این بود که شروع کنم عکسای مردونه پست کردم، مثلا توی جیم در حال وزن زدن، نمیدونم از خودم ویدیو بگیرم که نمیدونم پام مصدوم شده دارم میرم فیزیو، اون کارهای مردونه ای که مثلا چیزه. و میگفت خیلی سریع دیدم که قطار مردها به سمت اینستاگرامم راهی شد و چیز رفت بالا. و اینم برای جالب بود که وقتی که حالا بحثای سنسیتیو و بحثای احساسی و سلامت روح و روانه، آقایون خیلی کمن توی کامنت ها، توی فالوور ها اینا، و وقتی که میره به اون سمت آقایون هم بیشتر میشه. توی یکی از عکسایی که شیر کرده با خانومش توی هواپیما هستن، یه جست مثلا بوس کردن اینطوری عکس، بعد لب و لوله کرده. آره قبلش خیز برداشته. بعد تو کامنت ها میگه داشتم کامنت ها رو میخوندم، یه خانوم دوست پسرش رو تگ کرده بود توی اون که حالا نگفته که یعنی چی لب و لوله. آره تگ کرده بود دوست پسر، ریپلای کرده کامنت دوست دخترش رو که منو تو این پست داید گی تگ نکن مرسی. بعد میگفت ما اینو خوندیم، ما که گی نیستیم اولا. بعدم مگه حالا بوس کردم مثلا گی مثلا. آره براش خیلی جالب شده بود، گفت مسیج دادم به پسره، گفتم آقا من دارم ریسرچ میکنم تو این حوزه و اینا، برام خیلی جالبه
که تو اینو گفتی واقعا میخوام ببینم که تو مثلا حرفت چیه، نمیخوام حالا با چی کار داری داشت. آره چرا اینو گفتی اینو. بعد گفت خیلی خیلی جالب اون آقای که کامنتو گذاشته بود اوپن اپ کرد و شروع کرد صحبت کردن که آره من از بچگی این ابراز علاقه به صورت علنی برام خیلی چیز بدی تداعی شده، در واقع تداعی شده یا تعریف شده و در حال حاضر با مشکلات ایگو یا همون نفس خودش داره دست و پنجه نرم میکنه و برای همینه که وقتی دوست دخترش تگش کرد روی پیج پابلیک که بیا اینا رو ببین مثلا، این سریعا کامنتش این بود که بابا ولکم مثلا اینا که دوست نداره. شرمنده خود که از هر جا هر کی لب و لوله کرده میتونید من رو تک کنید اگه خواستید. و آره بعد اینو مسیج داده و حالا با هم صحبت کرده بودن و دوست شده بودن و اینها. بعد یه چند وقتی میگذره همون شخص مسیج میده که آقا من بعد حرف زدم با تو دیگه خیلی مثلا راحت شدم، فهمیدم که مثلا مشکل کارم چیه فلان و اصلا دیگه مصمم شدم رفتم پروپوز کردم از اون دوست دخترم و الان نامزدم شده و اینا هم عکسامونه و اینطوری. و این یه نتیجه گیری کرد، گفت که این شخص منتظر یک فرصت بود برای اینکه احساسات خودش رو بیان کنه و اینکه یه مرد دیگه اون رو وادار کرد که پاسخگو باشه برای رفتارش و یه فضای امنی رو بهش داد، باعث شد که این متوجه بشه و تغییر بده رفتارش. یعنی میگفت خیلی راحت اون فضای مثبت و اینکه طرفو سوال جواب کنی یا همینگم آره وادار به پاسخ کردن باشی که بابا چرا این رفتار رو کردی، باعث شد که این در دلش باز شد آره و تغییر کنه رفتارش که اینم جالب بود. یه ذره کوچولو بفرمایید. شاید یکی از دلایلی که حالا میتونه شاید سالم تر باشه که تو بری با این سیبیل مطرح بکنی اینه که احتمالاً اون رابطه رو سکشوالایزش نمی کنی. یعنی مثلا این اگر که من دارم فرض میکنم که اگر یه اون اینفلوئنسر مثلا زن بود و میرفت به این میگفتش که آره بیا مثلا احساسات تو با من مثلا در میون بذار چرا این کاری کردی فلان و اینا، شاید اون طرف میخواست اون رابطه رو مثلا سکشوالایزش بکنه، ولی چون که مثلا یه سیبیل اومد بهش مسیج زد خب اسپکت رو گذاشت کنار. حالا من میگم این شاید یه مشکل دیگه باشه توی حالا فرهنگ آقایون که اگر که خانم بهشون مسیج بزنه مثلا میخوان سری سکشوالایزش بکنن، ولی اون رفت سر اصل مطلب و اون مثلا مشکله رو این سکشوالایز کردنه رو کلن اسکیپ کرد ازش گذشت. شاید اگه اصلا خانومی بود اصلا همچین کامنتی نمیداد مرده. شاید اینم میگم اینا من چون که چند روز پیش توی توییتر داشتم چیزی میخوندم، یکی نوشته بودش که نمیدونم چرا مثلا با هر پسری که صحبت میگه خانم بود، نوشته بودش که با هر پسری که صحبت میکنم سری مثلا میخواد منو دعوت کنه مثلا بریم بیرون با هم شام و فلان. مثلا اینطوری نیست که من فقط دارم با تو چیزی مطرح میکنم و اون حالت مثلا شاید سکشواله رو به تو ندارم و فقط یه صحبت این یه گفتگوه. میگفتش که حالا این شاید یه توییت بوده ولی من این چیزی که تو ذهنم اومد الان این بود، یعنی از این حرف اینو نتیجه گرفتم. بگو این صحبتی که کردی این فکر خیلی از ذهن من عبور میکنه، واقعا هم شاید اشتباه باشه فکری که من میکنم و البته فکرم نیست، فقط سواله اینه که چرا وقتی که معمولا یه خانمی با آقای صحبت میکنه این جو هست، چرا فراتر از این بود یه آقا خودشو هیچ وقت نمیبینه؟ که چی منظورت چیه؟ فقط از بود جنسی مثلا منظورته؟ بله. چرا خودتو فراتر از اون نمیبینی؟ چرا خودتو یه دوست نمیبینی؟
نمیدونم چقدر تونستم توضیح بدم، ولی شما یا آقام بفنی انسان خیلی فراتر از اونه، خیلی چیزا برای ارائه کردن داره. چرا همیشه اون بود بهش پرداخته میشه؟ یه سوال حالا بپرسم، ما توی یه بازی سنی هستیم هممون، یعنی تقریبا به هم دیگه از لحاظ سنی نزدیکیم. حالا روژینو من نمیخوام وارد این گروه پیری خودمون بکنم، ولی اینطوری نیست که شاید اگر که بریم جلوتر و حالا یه ذره سنمون بیشتر بشه، شاید اون اسپکت مثلا سکشوالایز کردن هر کانورسیشنی کمتر بشه. حالا من یه ربطش میدم به اپیزودی که حالا قراره یا این هفته یا هفته دیگه بریم. چیزی در مورد تغییر که سوال میکنه، میگه آدما توی یه بازه سنی شروع میکنن به تغییر کردن که اصلا بازه سنی پایینی هم نیست. میگه موقعی که شروع میکنن خودشون رو درک کردن و میرن دنبال اون که من کیم، من چه هدفی دارم و مثلا ارزش من توی این جامعه چیه، خیلی زو عوض میشه. حالا میتونه رفتاره خیلی بعدشون میتونه مثلا به واسطه اون طرز فکری که عوض میشه عوض بشه. اینم هم همونه، یعنی من فکر میکنم که شاید ما به خاطر اگر که این سوالو مثلا با این رابطه ها رو توی سن بالاتر ببینی، شاید خیلی کمتر سکشوالایز بشه تا رابطه توی مثلا سنای ما مثلا و همسنای ما وجود داره. دقیقا. آره منم موافقم. دلیل باشه. آره فکر کنم نرزامم، ولی من نظرم مخالفه. چیه بگو نظر تو؟ من فکر نمی کنم به سن ربط داره. نه به درک خودت از خودت. خودت. من متاسفانه حالا بعضی وقتا باشه. الان خیلی احساس خب اینی الان مثلا همه ما شاید توی سنی هستیم که یا همسنای ما خیلی دوست دارن که تجارب مختلفی مثلا داشته باشن، از لحاظ مثلا سکشوالی خیلی دوستن اکتیف باشن و هر اپورتونتی که میاد بهش چنگ میزنن، و اینم برای همینه که شاید طرف مثلا یه اولویت دیگه ای واقعا داره الان تو زندگی، که مثلا اون ساپورتی که واقعا میتونه رو از لحاظ دوست آفر بده تا این که مثلا بخواد مثلا سکشوالایز بکنه طرفو، یا اینکه شاید واقعا اون نیازی که داره که مثلا یک دوست باشه رو جای دیگه داره ارضا میکنه و نیاز نداره که تو این رابطه مثلا به اون برسه. یعنی دوست بودنه شاید داره جای دیگه ارضا میشه و الان دنبال برای یه کس دیگه دوست بودنه. چی تو یعنی میگی که حالا همین که مخالف با هم صحبت کنن صمیمی بشن این به اون سمت میره؟ نه نه، من میگم که شاید حالا رابطی که ماها دیدیم، شاید طرف اون کسی که ما داریم باش صحبت میکنیم یه نیازی داره که برای یه کسی دوست باشه، و برای حتی حالا جنس موافق جنس مخالف، اون نیازی که دوست بودنه رو فرند بودنه رو داره جای دیگه ارضا میکنه. اینجا نیومده دنبال مثلا دوست بودن بگرده، یعنی شاید دید من نسبت به این دوستی و دید اون نسبت به این دوستی خیلی متفاوت باشه. خب همین، یعنی من همین دارم میگم. ببین آخه انتظارم خیلی وقتا میتونه دخیل باشه دیگه، مثلا از تو چی انتظار رفته؟ یه ذره آن ایزی هم که داریم خیلی جدی دارم، چون من آدمی نیستم که معمولا من و اسکولم که دارم خیلی چرت و پرت میگم توی اپیزودا، و خیلی الان آن ایزی هم که دارم در خیلی جدی دارم واسه طرز فکرام بیان میکنم. این شاید یه خودکست تاکسیسیتیه که وجود داره حالا، ولی میگم آخه درست نه. من میگم که دو نفر که با هم دیگه دوست میشن، نه اونو فهمیدم، تو میتونی خب بگی هر کدومشون توی جایگاه متفاوت ممکنه باشن که آره. 100% درست خب میشه. خب من میگم این یکی از دلایلیه که شاید مثلا ما کسایی که اطرافمون اومدن یا رفتیم اطراف مثلا کسای دیگه، شاید واقعا داریم نیاز دوستیمون جای دیگه برطرف شده بوده. خب الان آره برای مثلا دوستی نبوده. خب یعنی من مثلا هدفم چیز دیگه بوده از مثلا شروع کردن یه کانورسیشن. خب این که میشه، ولی هر شخص مقابل مثلا چیز دیگه بوده، اونم میشه. و خب میگم این یکی از این دلایل، یکی باشه، میتونه یکی باشه. آره واسه ما داریم چی سوال میکنیم؟ نه سوال روژن این بود که چرا مردها حالا یا یه گروه از مردها شو محدود میکنن به محدود میکنن به این کانسپت و چیز دیگه آفر نمیدن.
وقتی که دارم با دختر صحبت می‌کنم. من حالا یه از حرفای همین آقا تو تیک تاک استفاده می‌کنم که جاستن گفت که من بچه که بودم دنبال اون کانفرمیشن بقیه بچه پسر رو بودم، دوست داشتم اونا من رو قبول کنن، دوست داشتم محبوب بشم. فکر میکنم یه قسمت شاید این باشه که اون فرد، اون پسر، اون مردی که میره حالا با دخترش صحبت کنه و دوستت کانورسیشن بعد دنبال اون مثلا روابط جنسیه، اینه که اصلا شاید دختره تو ذهنش نباشه، شاید همون رابطه هم تو ذهنش نباشه، شاید بیشترش این باشه که آقا من خودم رو به گروه دوستام ثابت کنم یا اون محبوبیت رو بین بقیه پسر رو از این طریق پیدا کنم. از یه دیدی دیگه بهش نگاه کنم، شاید رابطه یه مثلا سکشوال داشتن با یه نفر دیگه it's the ultimate confirmation دیگه. من میگم شاید مثلا یک پسر وقتی که مثلا یه رابطه سکشوال با یه با حالا یه شخصی داره، چه پسر چه دختر، اون دیگه التیمیت کانفرمیشن طرفه دیگه، شاید نه. تو ذهنش اصلا مزبوط نیست، تو ذهن اون آدم میتونه باشه به اشتباه، چون که خب بالاخره ما از چیزای مختلفی اون کانفرمیشن رو میگیریم. ولی من این بحث انتظار رو که گفتم همین یه چند دقیقه پیش از هم میاد، از ما یه کاری انتظار میره و ما وقتی اون انتظار رو برآورده میکنیم تشویق میشیم، ریوارد میگیریم، درست پاداش میگیریم، و وقتی که تو خودمون احساس میکنیم که نمیخوایم طبق اون انتظاری که رو دوش ما گذاشته شده عمل بکنیم، احساس میکنیم که شاید قضاوت بشیم، شاید ارزشی که تو چشم یکی داشتیم پایین تر بیاد. حالا من یه مثال خارج از این بحث جنسی میخوام بگم. من یه دوست صمیمی پسرم که خیلی سال با هم دوستیم و من از جونور اینا میترسم، واقعا میترسم، چه سوس باشه چه موچه باشه واقعا میترسم، به انسان باشه. بله، تو یه جای بودیم، یه سوس که خیلی بزرگ اونجا بود، بعد من سریع به دوستم گفتم که اینو بکش. بعد اون لحظه برگشت گفتش که تو خودت چرا این کار نمی کنی؟ گفتم من میترسم. گفت منم میترسم. بعد من اصلا اون لحظه اینجوری بودم که خب اصلا من چرا از این آدم این انتظار رو داشتم که من میترسم، ولی از تو انتظار هم تو نباید از حالا جونور بترسی. و خب اون شاید چون دوست من بود میدونست اینو بگه، من قضاوتش نمی کنم چون خب به هر حال با هم دوستیم و آدم پولی بودی که گفت، یعنی من آره خب، و اعتماد به نفس اینو داشت که بگی که ببین من از این میترسم و من این کار نمیکنم، شب اینجا نمیمونیم، از اینجا رفتنیم، مردها سوسکش نیستن. آره و من این کار نمیکنم، ارزشش حالا به نترسیدن از جونور نیست. دقیقاً. و این که خب یه تلنگری هم به من بود که اگه من از یه چیزی میترسم خیلی طبیعیه که یه آدم دیگه هم بترسه. احسن، خیلی زیبا شد، متشکرم، عرض جو ممنونیم از شما. حالا دیگه دو ساعت اپیزود آخری هم بگیم، چون آخر گوش شنوا فکر کنم طولانی ترین اپیزودمون جدی دو ساعت شدیم. آره بگو نه سری میگم یه رو بشه کار کنم، دو تا ما یه آره یه اپیزود، یعنی اینو دو قسمت، خیلی من نمیخواستم کاتش کنم اصلا. حالا آخر صحبتش هم یه چالش رو به ما مردا میده، یا لااقل مردایی که فکر کردن و به این موضوع و فکر کنن شاید جا داره که بهتر عمل کنن، و میگه که بیاین از همه رفتارهایی که برای ما مردونگی یا مرد بودن رو در واقع تعریف میکنه، مثل همین که قدرت داشته باشیم، شجاع باشیم، سرسخت باشیم، استفاده کنیم و بریم درون خودمون و اون واقعیت یا شخصیت اصلی خودمون رو بشناسیم. از خودمون بپرسیم که آیا شجاعت ها اینو داریم که آسیب پذیر باشیم؟
آیا شجاعت اینو داریم که با یه مرد دیگه سر مشکلات روانمون صحبت کنیم؟ آیا قوی هستیم که حساس باشیم؟ آیا قوی هستیم که گریه کنیم وقتی که خوشحالیم یا ناراحتیم؟ و آیا اون قدرت رو داریم وقتی که مرد دیگه ای حرفای ضد زن و خاطرات زن ستیزیشو میگه جلوش وایسیم و بگیم آقا این حرفای تو غلطه، این کاری که کرده غلطه و باید اصلاح بشی و تمام؟ یه تیکه اولش گفتی شخصیت واقعی خودمون، حالا تو این مورد خاص که ما از اولین اپیزود راجبش صحبت کردیم انقدر این داستانا در هم تنیده میشه که دیگه اصلا تو بیا الان پیدا کن شخصیت منشأش به شخصیت، نه اصلا بیا پیدا کن شخصیت واقعی چیه الان، تویی که حالا یه عمر عادت کردی که حالا مثلا گریه نکنی، احساسات تو با کسی در میون نذاری، سعی کنی نشون بدی که حالا قوی و آسیب پذیر نیستی، حالا بیا به این فکر کن که شخصیت واقعی تو چیه. این الگو رو به تو دادن، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آخه ببین کار این صحبت خیلی تو اپیزودهای مختلف می‌کنی و من همیشه این تو ذهنم میاد که مثلا من به این گلدون که نگاه میکنم این همیشه یه گلدونه، ولی خب آدم یه چیز ثابت و استاتیک نیست، تو اون لحظه اون آدمی و شاید آدم حالا میگم میگی که مثلا بیان خودتونو الان دیگه خیلی سخته که بخوای خودتو چیز بکنی، دیستینگویش بکنی، خودتو پیدا بکنی شاید، ولی اینطوری هم من هیچ وقت بهش نگاه نمی کنم که دیگه تمومه، یعنی به خاطر اینکه ما اون عقبه رو داشتیم دیگه زمانش نیست که به اینجور چیزا فکر بکنیم، زمانش نیست که اگه اینطوری بود ما 99% اپیزودایی که رفتیم مثلا بی خود و بی جهته، چون آدم ها رو دیگه شکلشونی گرفتن. آره فکر کنم کارو نگفت که مثلا عوض بشیم، یعنی میگفت اصلا پی بردن کیو چجوری اونو پیدا کنیم، کیم تو میگی بری ببینی خودت واقعا مثلا شخصیت من چیه. حالا من میگم که تو از یه استپ عقب‌تر شروع کن، این سوالایی که این یارو پرسید، آیا اگر کسی مثلا حرف زن ستیزانه بزنه تو حاضری جلوش وایسی توی همین گروه 4 نفره ما؟ من مثلا احتمالاً من I'll let it slip، من مثلا شاید مثلا به خاطر اینکه به من همیشه یه اخلاق بدی که دارم، نمیدونم که اخلاق بدی یا خوبیه، به خاطر اینکه دیفنس مکانیزم خود من شوخیه، خیلی با شوخی راحتم و بعضی موقع نمیدونم که حالا این فرق شوخی و جدی بودنه برا من شاید خیلی عمق زیادی داره، خب یعنی خیلی چیزها رو من حاضرم توی این هیته شوخیه بذارم، ولی خب خیلی ممکنه که اینطوری نباشن، شاید خیلی چیزها رو هم زیر پرچم شوخی رد میکنم و میگم که خب اینم مثلا شوخی کرد دیگه مثلا مشکلی نداره، ولی خب برای آدمای متفاوته و اگر مثلا یه حرفی زده بشه توی مثلا گروهی که باشون راحتم، خیلی مثلا سریع میگم که اوکی با شوخی کرد دیگه، مثلا من این شخصیت طرفو میشناسم، فکر میکنم که میشناسم، ولی توی گروهی که راحت نیستم مثلا استریمو مثال میذارم، کوچکترین حرفی زده بشه که بتونه برداشت مثلا نژاد پرستانه یا زن ستیزانه یا چیز داشته باشه، طرف سری بند میشه، یعنی اصلا اینطور نیست که بشینم باش صحبت کنم، بر نمیتونم. آره این مثلا توی اون گروه ها مثلا جایی که باش راحت نیستم خیلی آدم شیریم، ولی مهم اینه که منی که اینجا نشستم توی گروه دوستام که خیلی مثلا باشون راحتم، آیا حاضرم که همچین کاری بکنم یا نه؟ اینم خیلی مهمه. شاید ما ناخواسته تو این لایه شوخی و اینا هی همدیگر رو چیز میکنیم، یعنی اگه بیایم سخت میکنیم برو ها سختش میکنیم این، نه نه یعنی شاید اگه به هم شاید هی به هم خورده نمیگیریم، هی میگیم شوخیه، هی مثلا میگیم آره، یعنی ناخودآگاه اینو اوکیش میکنیم، رزونانس. همش میگیم که مثلا شوخیه یا داره مثلا چیزی ته دلش نیست، فکر واقعیش چیز دیگه ایه. اینم میتونه در عین حال یه آتیش زیر خاکستر باشه که یه جایی مثلا میزنه بیرون آخر میزنه بیرون. این نکته خوبی بود که گفتی، چون که پذیرفته شدن
خیلی احساس خوب به هممون دست میده. و واسه همینه که توی گروهی که خب مثلا ایمان میگه آدمای حالا تو گروه دوستیش نیستن، اون پذیرفته شدنه با اون آدم ها شاید مثلا شدتش پایین تر از گروه دوستی باشه که خب احتیاج داری که احساس کنی پذیرفته شدی، قبول شدی اینجا. و خب چیزی که خب من نسبت به تجربه‌ام دیدم اینه که اگه خودت اون آدمی باشی که خودتو قبول داری، صرفا همیشه این کلمه رو من چه اشتباه میگم؟ من اشتباه میگم. صرفا انتظار نداری که یه کارایی بکنی پس توی اون جمع قبول بشی. درسته. آره دیگه، این بود. حالا این مسائل میگم من شروعش سر اون علاقه ای بود که دنبال رفتارهای سمی دارم میگردم و اینها، و باید اینم بدونیم که حالا تو خودی هستم خیلی گفتیم ما حالا اصلا نمیخوایم راهکاری پیشنهاد بدین چون صلاحیتش هم نداریم، مثلا تخصصمون هم نیست، ولی تنها چیزی که میتونه چیز تنها نکته مثبتش اینه که بهش فکر کنیم، و همین فکر کردن طول هم میکشه، شاید چند ماه به یکی از این مسائل آدم فکر کنه، ولی اون مثبته، اون چند ماه اون فکر کردنه به جای خوبی آدم میرسونه. زیبا. من حالا همینطوری هر هفته دارم اینو میگم، گرفتن کمک تخصصی هم خیلی کمک میکنه احتمالاً تو اینجور شرایط. حالا من میگم من همیشه از جایی که یادمه دفنس مکانیزم هم شوخی بوده، یعنی برای اینکه میخواستم حالا توی جمعی جا بشم مثلا شوخی میکردم، برای اینکه میخواستم بحثو از خودم دور بکنم مثلا شوخی میکردم، چه میدونم اگه یه کسی مثلا به من توهین میکرد با شوخی مثلا بهش توهین میکردم، این چی میگم، هم این دیگه جا افتاده به صورت ذهنی و میدونم که خیلی جاها میتونه تاکسیک باشه و خیلی ها اون سطح از شوخی رو بر نمیتابن، یعنی برای همین مثلا آدم میگم دیگه مثلا وقتی که بهش فکر میکنی یا مثلا اتفاق میفته اینطوری که خب اینم یه دونه از همون تاکسیک مثلا بیهیویر ها میتونه باشه که شاید فانه توی کوتیشن ولی میتونه اذیت کننده باشه. یه نه فرض رو پایان بزنم، میخواستم یه جالب هفته یه هویه چیز بگم، این تمیدی یه بعد از این اپیزود تو رو خدا انگوشتاتو برای من اینطوری مثل این کارافرین ها نجسونم دیگه. زبان بدن چیز رو دیدید؟ زبان بدن عزیزانی که نه من ندارم مثلا هیچ چیشو ندارم، خیلی رو زبان بدنشون کار کرده بود، من رو همه چی کار کرده هست مثلا اداس. یه جالب هفته یه هویی بگم مربوط به بحث کی‌پاپ رو احتمالاً شنیده باشین یا نشنیده باشین، کارو نشنیده بگید، پاپ کالچر کره هست روش. اینو اگه من چون خیلی هاشو نمیدونم لطفاً کمک کن، میخوای یه توضیح بدی کی‌پاپ چیه؟ موسیقی کره‌ای هن که حالا با یه پوشش خاصی و یه رفت مثلا رقصای مثلا خیلی مخصوص خودشون هن. ولی حالا اگه میخوای بگی من مید سنتنس بودم، برای همین بعد گفتم که نالجی که دارم بگم که اگر اشتباه روژینم کرکت. نه نه درست گفتی، به نظر من کوریم پاپ کالچره که من اتفاقا خیلی وقتی که بچه تر بودم خیلی واسم جذاب بود که خب میبینیم مثلا توی بالیوود آدم ها یه استایل دارن، تو کره استایلش متفاوته، همونطور که خب آهنگای بالیوود یه حس و حال خاصی دارن همون هم توی کره هستش، و امیدوارم که این باقی بمونه، این همه چی سمت یک نواخ شدن و هالیوود همه استایل ها رو بگیره نشه. ولی خب فکر کنم ایمان درست توضیح داد. آره مرسی که جفتتون گفتین اینا. آره این خلاصه کی‌پاپ هست و حالا به تبع هیت فعالیتشون اینا یه استایل خاصی لباس میپوشن، پسرا و آقایون آرایش میکنن به خودشون میرسن اینا، و خب این حالا دوباره کانورسیشن رو داره، یعنی
خیلی مخالفن، یه سری موافقن، خیلی طرفدارشن، تشویق میکنن، خیلی هم یعنی مثلا حتی توی ایران من دیدم که اصلا آرمی داره. حتی ایران اصلا مسخره است، یعنی توی کشورهایی که حتی چون به کره‌ای میخونن بیشترش به انگلیسی میخونن. من ندیدم، اگر کورسش مثلا انگلیسی میخونن، تیکا انگلیسی داره، حتی مثلا طرفدارهایی داره که حتی شاید اون زبان رو بهش تسلط نداشته باشن، نفهمن که طرف چی میگه. و خیلی جالبه این برای من که مثلا من استیمو نگاه میکنم یکی هیچ غیر ایرانی نمیاد من مثلا اسکولو ببینه، مثلا داره یارو 45 دقیقه داره صحبت میکنه، هیچی هم من نمیفهمم ازش. آره خیلی جالبه. دقیقا. که معروف ترین گروهش هم که حالا احتمال شنیده باشین گروه BTS هن که هفته پسرن، خیلی باحالن. بعد کشور چین که داره میبینه این کیپاپ الان رو به پیش رفته، میدونی کیپاپ آورده؟ نه نه، داره میبینه مثلا این لطافت داره به مردا اضافه میشه، مردا دارن فشن مثلا فشن خفن میزنن، آرایش میکنن اینا. یه سری کمپای رو راه انداخته توی چین. حالا میگم چین خب یه کشور خیلی درندشته، ولی توی یک سری استاناش حداقل کمپای مرد پروری، یعنی ماسکولینیتی شما رو اینا روش کار میکنن برای جنگیدن با این مریضی که داره از سمت کره میاد. اینا میگن که این استایلی که داره کره صادر میکنه، این لطافت مردانگی به درد ما نمیخوره. چطوری میتونی پس رفت کنی تو کالچر؟ سخت خیلی. خب آره، و اینا دارن سفت و سخت مردا رو مثلا تو این کمپ ها بهشون آموزش میدن که آقا مثلا شما اون زمختی خودتون، یعنی دقیقا همین تاکسیک ماسکولینیتی رو دارن درس میدن که خدای نکرده یهو مردا نرن رو به آرایش کردن بیارن مثلا. ما بهش میگیم سربازی دیگه احتمالاً. ما تو فرهنگ خودمون بشیم سربازی، ولی حالا چیزی که داری میگی برای من جالب بود، چون که من حالا من تیک تاک ندارم، ولی همه تیک تاک ها توی اینستاگرام وجود داره. یه دونه ترند تیک تاک بود که توی خیابون های مثلا شانگهای مثلا فشن فلان بود، یا مثلا میومدن استموشن بعد نگاه میکردم و رد میشدن، من نگاه میکردم میدم که چقدر مثلا طرز لباس پوشیدن ها باحاله، مثلا چقدر استایلای عجیب و مثلا باحالی داره شکل میگیره توی حالا چین و آسیا شرقی. و که حالا اینو میگی یه ذره تضاد داره با اون چیزی که من فکر میکردم. نه نه، اونی که تو دیدی درست بوده، مشاهده درست بوده. آره. بعد از اینکه اینا وارد شده و کف خیابونا تو چین هم مردم خوب حال میکنن، یه چیز جدیده، یه چیز باحاله، شروع کردن برای زدش کمپ درست کردن. آره. یه خبر جالبم این هفته اومد، ربط داره به بحث، که یه خانم وزنه‌بردار ایرانی مدال آوردن، فکر کنم سوم شد یا دوم، و این صاف بعد اون صحبتی بود که آیه داریوش ارجمند گفتن که اصلا خانومی که نباید وزنه برداری کنه مال آقایونه، حالا افتاد. آخه اون دیگه اصلا دیگه داریوش ارجمند دیگه انقدر مرد سالا رو بازی کرده توی میایه توش مونده تو دی ان ایش ستایش دیگه، واقعا احساس کنم بنداخره مثل همین یارو روش تاثیر گذاشته، ولی مثل جاسین روش تاثیر گذاشته. اون دیگه واقعا فکر میکنم اگر که بخوایم مرد سالا رو مثال بزنی در ایران توی فیلم ها فقط همین ایشون رو دیدیم دیگه. علی انصاریان هم میتونه باشه. علی انصاریان فوتبالیست؟ نه سیریان. علی نصیریان بخشم. آه ما ایشون نمیشستم. علی نصیریان. و خب این آره جالبه. بله دیگه چی دیگه جالب نداری؟ کامنت ها رو بخون دیگه. کامنت بخونه؟ آره بخون. راحت زیاد شده. راحت هم دو ساعت و 20 دقیقه است. بخون دیگه. آخر ویزا ما یه سری مراسم ASMR هم داریم. سبز بخوایم بخوریم. باور کن. بگید کدوممون ASMR بهتری انجام. به قرآن ببین یه جوری ASMR میکنم ادامه نده دیگه. طرف قشنگ بزاق دهنش را بیفته بفهمه دارم چه ترش میخورم. روجی میتونه ریتمون کنه. خب این هفته یعنی میخوام همه آخرش اینجا بگم یه دردی هم میگیره. آره کریم. خب این هفته فقط کامنت و توییت و اینا داریم از کست باکس، یوتیوب و توییتر. من ازیه بگم مشکل فنی. آره یه مشکل فنی است که مشکل ما نیست، مشکل انکره. انکر جایی که ما پادکست هامون رو آپلود میکنیم یک جا و اون خودش دیستریبیوت میکنه به جای دیگه پخش میکنه، مثل کست باکس و اپل میوزیک و گوگل پادکست و جاهای مختلف. و اونا الان یک مشکلی دارن که بعضی از این اپیزودها روی مثلا بعضی از این پلتفرما پخش نمیشه، بازنشر نمیشه.
من بهشون ایمیل زدم، دارم باشون کامیونیکیت میکنم، امیدوارم که حلش بکنیم. ولی همیشه روی یوتیوبمون که هست. مرسی که میرید لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، کامنت معنادار میذارید، اسپم هم نمیکنید. و اگرم که مثلا پیدا نکردید به اون بگید، ما جاهایی که پخش شده رو بهتون میگیم که مطمئن بشیم که دسترسی خواهید. یکی این که کلی بگم، ایمان هفته پیش از برنامه نامعلوم ایران رفتنش گفت و اینا، کلن همه خیلی مشتاق اینن که کی میری ایران، کی برنامه کنی. یه چند تاشون میخوام مثلا من قپونی بزنم ببرم. یه سری ها همونه که ساشا نمیذارن، از ساشا اصلا نمیذارن. آقا مرتضی توی توییتر گفتن که مرتضی جان سلام، در بدترین و بهترین چرا انگلیسیش مرتضی پس؟ آره ولی چون اینجا فتح گوشش من خواستم که بگم چرا اجازه بدید یه تضاد وجود داشته باشه دیگه، دو تا آنرلا این ور اونور قطعا این اویلیبل بوده یه نقطه هم هست. گفته در بدترین و بهترین حالت روحی برای تمام فصول، برای تمام لحظات خودکست جوابه. دمت گرم مرتضی که ما رو شاید گوش میدی و میبینی. آرمین گفته پادکست کوگوش شنوای خودکست امروز بهم کمک کرد که چجوری درست به یک نابینا کمک کنم. اون اپیزود اون که خب مرسی که توییت زدی به ما آرمین، اون اپیزود اپیزودی بود که من هم از دوستان هم از دور خیلی کامنت گرفتم که آقا خیلی به ما دیدگاه جدید و نوعی داد، خیلی کمک کرد خودمون خود آره یعنی جز خودمون خیلی. مرسی از فرزاد که اونو ارگانیز کرد. یه نکته، اون بچه های نابینایی که باشون صحبت کردیم رو توییتر اومدن، هندلشون هست گوش کن، اگه رو توییتر هستید توییت های باحالی هم میکنن. خانم گیسو که سر قضیه خرید های چاقوان یکی بود گفته بودن جنسا رسیده بره. چقدر زیبا برای من عکس فرستادن. تبریک میگیم گیسو خانم، خیلی گیسو جان مرسی، عکسارو بعد نشون بدید. آره اینو چیز میکنیم، ریتوییت میکنیم وقتی که دارید میشنوید توی خودکست میتونید ببینید، توی توییتر خودکست الان ریتوییت توی تمام فضای مجازی اسم الان، یا بذاریم موقعی که اپیزود در اومد دیگه توییت پرید توییت. خب الهه گفته که دیروز که داشتم قسمت جدید فرندز رو میدیدم یهو به ذهنم اومد که چقدر خودکست برام حکم فرندز رو داره. اولین بار که فرندز رو دیدم سال اول دانشگاه هم بود و هنوز دوست صمیمی پیدا نکرده بودم و فرندز جای اون دوست رو پر کرده بود. الان هم دارم فوق لیسانس میگیرم و خودکست برام این جای خالی رو پر کرده. این اسمشون چی بود؟ الهه. الهه جان سلام. من به فکر دکتراشونم. چی میشه؟ ما رو بل میکنن؟ حالا اجازه ما رو میگنن چرا نه فکر بدون فکر پیش ما بریم چه؟ خب خیلی ها کامنت میدن توی کست باکس و یوتیوب و تیکه میندازن به تلگرام ما و اینکه تلگرام چک میکنیم، تلگرام چک میکنیم، تلگرام آپدیت اپیزود پخش میشه، اپیزود پخش میشه. اگه که چک شب به خودکست تاکس دارن چیز میکنه. نه به چنل هم به کامنت هایی که اون زیره ما میخونیم، یعنی خود من تا همین دیشب که تا 4 صبح بیدار بودم همه کامنت ما با هم بیدار بودیم، شب زنده داری میکردیم. خیلی خوشحال شدم بیدار بودی، خیلی خوشحال شدم. آره نیاز داشتم با یکی چیزی رو مطرح بکنم و خوشحال شدم که یه پسر اونجا بود. خداش نه آخه چیزی دیگه فقط پسرم و پسرم از راه کنم و یه سری سیویلی بود، یه سری تعداد زیادی هم که دمشون گرم همه گفته بودن که آقا چی میگید که ما تا ته اپیزود گوش نمی کنیم، همه تا تهش گوش میکنن، حتی به سابسکرایبی هم که فرزاد یهو گفته بود اشاره کرده بودن. من یه سری راجع به کامنت های یوتیوب بدم بفرمایید. من این سری حالا گفته بودم همیشه کامنت ها رو میخونم، این سری خیلی کامنت باحالی اومده بود، بیرم طولانی شد دادم. من یه سری ها لاو دادم روشون. اون چیه اون؟ اون دیگه آلتیمته دیگه. آره اگه رو کامنتتون اون اومده بدید من صدام. نه بعضی وقتا منم لاو میزنم. همه اون این کارو میکنه. این هفته شدتشون نه ولی اینا معلوم بود که کارون زده. حالا یکی از کامنت هایی که کارون لاو زده رو یه سری کامنت های خوشگو بیروح رفت لاو اتفاقا کامنت های متنوعی بود. شوخی میکنم آن ناراحت نشید تا رو قرآن من بخورم، من دیگه شوخی نمیکنم راحت باش. عاطفه گفته که شوخی ها رفت. عاطفه گفته توی بحث جبر و اختیار میتونیم بگیم ما در جبر خود مختاریم و نه بیشتر. قطعا ما میتونستیم همون
کسی داره میخنده؟ نه ایشون خنده بود اینقدر خوش بود این کامنت اینقدر نچسب بود یه خداش این خمیازی ما میتونستیم همون آدم اون سر طیف خودمون باشیم اگه برای اینی که هستیم هیچ تلاشی نکرده باشیم. فرهنگ و آموزش و استعداد به شدت موثره و قابل انکار هم نیست، اما اینجور هم نیست که ما هیچ تأثیر روی اون نداشته باشیم. به نظرم استعداد تنها یک کاتالیزوره که احتمالاً با زحمت و تمرین و تمرین نه با تمرین کمتر بتونیم توی یه زمینه به بالاترین درجه برسیم، اما معنیش این نیست که اگه اون استعداد رو نداشته باشیم نمیتونیم توی اون حوزه وارد و توانا بشیم. و این تفکر که باورهای ما حاصل تمام جبرهای زندگیمونه شاید دیگه دلیل آدمها رو برای رشد کردن بگیره، چون داریم فاکتور رفتار خودمون رو نادیده میگیریم و میذاریم به حساب استعداد ذاتی. این کامنتی بود که خیلی هولسام بود به قولی و جالب. یه کامنت دیگه اومده سهراب زده، به فرزاد که میگید نجیب گوش بدید روژه هستی، به فرزاد که میگید نجیب، به اصف هم که میگید شریف. آقا با این دو عزیز چه مشکلی دارید؟ خیلی قوی بود تنز فاخر خیلی قچه میکرد. آره یکی دیگه هم به من سراب فامیشون با بی شروع میشه؟ بله بله خیلیشون تناز هستن، شاهای مختلف رومانتیک میندازن قشنگه. محمد رضا I see you به قول خارج رضا فکرم حاجی گفته فرها جان پیش غریبه نرو، در میدونه امام حسین یا آشنا دارم، خیلی کارش خوبه، نظر لخت ماشینه تو هر کسی ببینه. چه همون تیبانه لخت ماشین. نمیخوای بگی چی شد؟ قرار بود به اون بگی که چقدر هزینه داره و چقدر چند روز کباب ببریش. هنوز اخبار تکیلی نایمده ولی خواهم داد جا؟ اخبار رو اخبار تکبیری رو خواهم داد. یه نوع یه کامنت هم راجع به سفر ایران تو بدم و گفته آقای ما ان شاءالله شیراز میایین دیگه، بریم پارک آزادی فالوده آناناسی بزنیم به قول کوروش، بعد بریم باقره‌ام از اون طرف بندازیم بریم قصدشت. قصدش حالا همین که نگفتم قصد رو دشت. آره قصدش قصدش بعدم فلک معلم باید بیای ببینید چه تقاطعی ساخته. دلکی معلم دلکه. بشیم تو چمنای فرود بستنی دراک بزنیم. دارک برندیه شاید. دراکیه شاید یه فرود بستنی باشه بزنیم و شب رو به پایان برسونیم. اگه حوصله هم داشتی میتونیم بریم قندیلی، قشنگ کل شیراز زیر پات باشه و اگه پیاده بریم بالا میتونی تمام کالری فرود بستنی رو کامل بسوزونی. فردا صبحشم آش سبزی پانون سنگک بگیریم بریم توی دراک. این دراک جاست ایمان یه جایی مثل اینکه درک هست. آره فکر کنم همینقدر توضیح مجاب کرده باشه بیا شیراز. نه من که از... اصلا که شیراز نهار نمیگم. آره ببخشید دیگه از نهار نمیگم، از هزار جان... جا آویزونم میکنن اگر که نرم شیراز. اسم ایشون چی بود که این کامنتو گذاشت؟ جواد. جواد جون. آقای جواد اگه ما بیایم شیراز هم برنامه خیر. بعد ایشون آدم تنازی هستن، توی ریپلایاشون یه سری اومدن از تهران کامنت دادن، ایشون با خیلی با شوخی با حالی جواب تهرانی رو دادن. ببین من حالا اینو بگم، من اگر که خیلی با استکاک عجیبی رو بیرون شد از طرف خانواده اول که خیلی جالب بود، من یه سری رو گفتم خانواده ما اشکی گوش نمیده، خیلی ها گوش داده بودن که کی داری میای مثلا فهمیدم گفتم وای یار ما حسین شما قرار نبود اصلا قرار نبود شما بدید. بعد یه سری صحبت ها شد و اینا و خیلی استکاک عجیبی، خیلی مخالفت کردن که الان اصلا برای چی، چه حماقتی میخوای بیای تهران و اینا، میخوای بیای ایران. اینطوری که اصلا این تصمیمی که گرفتم عقلانی نیست، یعنی خودم میدونم که عقلانی نیست، همش کاملا از سر احساسه و اینکه احساس میکنم که الان شیراز و ایران میطلبم و باید برم و از لحاظ روحی نیاز دارم که برم، هم به وطن هم از لحاظ کانتنتی احساس میکنم خیلی باحال میشه اگر که اون تو ذهنم که اون مستنده رو یه زیشو بسازم. و همین دیگه، الان خیلی برام جذابه که برم. تیکت نگرفتم هنوز، منتظرم که جواب که نه به اون بگن که کی دوز دوم من قراره بزنم و موقعی که اون اتفاق بیفته احتمالاً بلیت گرفته میشه رفتم.
آبادان هم میرید؟ خیلی دوست دارم با یه دوربین گوپرو سلام تو اون بازار قدم بزنم ببینم که چیزی آروم میشه یا نه، ولی خب خیلی دوست دارم برم. دو سه جا رو که مطمئنم باید برم، اگر نرم از سه جا آویزونم میکنن، شیراز، تهران، مشهد احتمالاً باید برم، اگه تو بیای که اصفهان منو باید ببری. به به. و کیش خیلی دوست دارم برم. قشم سیدی شمال کوچک تو بزرگ یه شمالم داره. ولی حالا به هر حال اگر آفری باشه جای خوابی جای یه گوشه ما بدید ما میایم خدا وکیلی. خیلی دوست دارم یه ماشین بگیرم بندازم دل جاده و اف جی. آره وای کریم. همین. بسیاری همین بود. دم همگی گم. مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید. اینو ما احتمالاً می‌گوش دو تا اپیزود به خاطر که 2 ساعت و نیم شد. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام این پلتفرم‌ها با ما مسج بزنید، ما همه رو میخونیم و سعی میکنیم تا اونجا که بشه جواب بدیم. Love you. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.